سلام دوستان، امروز در تکنوباز با نحوه دانلود و نصب مرورگر کریپتو تب و استخراج بیت کوین با اون آشنا میشه. ابتدا از لینک زیر همین ویدیو وارد وبسایت کریپتو تب میشیم، برنامه رو دانلود میکنیم. بعد از اینکه دانلود تموم شد نصبش میکنیم، منتظر میشیم تا مراحل نصب تکمیل بشن. اینجا چند تا راهنما برامون میاره و توضیح میده که این مرورگر چطور کار میکنه و چطوری با توسعه زیر شاخه هامون و گرفتن عضوهای جدید میتونیم بیت کوین بیشتری به دست بیاریم. میخواد به صورت پیش‌فرض مرورگر کامپیوتر ما باشه که موافقت نمیکنیم باهاش و اینجا لازمه که لاگین بکنیم. میتونیم با اکانت گوگلتون لاگین بکنیم به وبسایت. من با ایمیل خودم وارد میشم. باید ایمیلمون رو وریفای کنیم، یعنی باید وارد این باکسمون بشیم و تایید بکنیم و هم وارد جیمیل میشم. ایمیلی که از کریپتو تب اومده رو باز میکنم و اینجا گزینه کانفرم ایمیل رو انتخاب میکنم. به محض اینکه کانفرم بکنین ایمیل شما تایید شده و با اکانت خودتون میتونین لاگین بکنین. همینطور که میبینین این بالا یه نواری وجود داره که برای روشن کردن موتور استخراج بیت کوین ازش استفاده میشه. دفعه اول ازتون یه تاییدیه میخواد و توضیح میده که چه اتفاقی داره میفته. توضیح میده که اگر دارین با لپتاپ این برنامه رو اجرا میکنین، عمر باتری شما کوتاه میشه، مصرف برقتون احتمالا میره بالاتر و دیگه دفعه بعد این دارو به شما یادآوری نمیکنه. و هر تنظیمی که الان قرار بدین وقتی دفعه بعد برنامه رو اجرا میکنین با همون تنظیمات برنامه بالا میاد و شروع به کار میکنه. کانفرم میکنیم. همونطور که میبینیم داره سعی میکنه که استخراج رو شروع بکنه. با این نوار ابزار ما میتونیم قدرت ماین کردن دستگاه رو بالا پایین ببریم و این مستقیماً از CPU شما استفاده میکنه. پس اگر دارین کار دیگه با کامپیوترتون همزمان انجام میدین، بهتره که رو ماکسیموم نذارین و از مقدار کمتری قدرت CPU برای ماین کردن استفاده بکنین. این قسمت هم قیمت روز بیت کوین رو به دلار به شما نشون میده و اینجا هم لینک اختصاصی شماست که میتونین در اختیار دیگران قرار بدین و به زیر شاخه‌هاتون اضافه کنین. اگر از بالا سمت راست وارد قسمت افیلیت داشبورد بشین میتونین زیرشاخه‌های خودتون رو ببینین، یعنی کسانی که از لینک شما استفاده کردن و برنامه رو نصب کردن. این برنامه جوری ساخته شده که از زیرشاخه‌های شما به شما درصد میده. همونجور که میبینید چون من زیرشاخه‌ای ندارم همه اعداد صفرن، نه کسی دانلود کرده، نه اینستال کرده، نه ماینر فعالی وجود داره و هیچ بیت کوینی هم هنوز به دست نیومده. برای برداشت بیت کوین هایی که به دست میارین باید وارد قسمت withdraw BTC بشید. خب ما الان چون اینجا هیچ بیت کوینی نداریم عملاً این قسمت برامون غیر فعاله. اگر این منوی سمت راست رو باز کنین یه پنل کاربردی براتون باز میشه. اطلاعات زیادی اینجا وجود داره، مثل مقدار بیت کوینی که تا الان به دست آوردین یا دیگران برای شما به دست آوردن، جمع کلشون، امکان ویدرو کردن بیت کوینتون، تنظیم سرعت موتور استخراج، لینک اشتراکی و امکان کپی کردنش،
و همینجا هم میتونید اونو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارین. تنظیمات گرافیکی و نمایش اطلاعات داخل صفحه، این هم با این تیک هایی که اینجاست میتونی فعال یا غیر فعالش کنی. من حالت دارک تم رو فعال کردم و اینجا هم که انیمیشن بک‌گراند رو فعال میکنم. از همینجا هم میتونیم لاگ اوت کنیم. من لاگ اوت میکنم و با یه اکانتی که یه مقدار قبلا عضو جمع کرده و بیت کوین داخلش وجود داره لاگین میکنم که شما اون فضا رو هم باش آشنا بشین. به راحتی میتونین از اینجا بین اکانتاتون جابجا بشین اگه چند تا اکانت دارین. همینطور که میبینین توی این اکانت یه مقدار بیت کوین وجود داره و 400 تا زیر شاخه داره. پنلش رو باز میکنیم، میبینیم که اطلاعات بیت کوین موجود در اون و تعداد اعضا و بقیه اطلاعات اینجا وجود داره. اگر وارد قسمت افیلیت داشبورد بشیم میتونیم اطلاعات دقیق تری رو از زیر شاخه ها ببینیم، تعداد اعضایی که تو هر لایه هستن و اینکه آیا اونا الان فعالن یا نه و اینکه الان هر کدومشون چند تا زیر شاخه دارن. وارد قسمت ویدرو میشیم، تایید میکنیم که ربات نیستیم. آدرس کیف پولتون رو اینجا وارد میکنیم و میتونین بیت کوینتون رو برداشت کنیم. توی یه ویدیو دیگه تو تکنوباز براتون انواع کیف پول های بیت کوین و ارز دیجیتال دیگر رو آموزش دادم و نحوه ساخت کیف پول کاغذی بیت کوین رو هم میتونین مشاهده کنید. برای جمع‌بندی نهایی باید خدمتتون بگم که کریپتو تب ماینریه که از قدرت سی پی یو شما برای استخراج استفاده میکنه و خب همونطور که میدونین بیت کوین معمولا با کارت گرافیک استخراج میشه، پس نباید طبقه زیادی بابت استخراج ازش داشته باشین. اما میتونین لینکتون رو با دیگران به اشتراک بذارین و از استخراج اونها سهم ببرین. همونطور که میبینین توی این اکانت حدود 4 دلار خود این اکانت استخراج کرده و حدود 50 دلار سهمش از استخراج بیت کوین زیر شاخه هاشه. توجه داشته باشین که وقتی با کامپیوتر یا لپتاپتون از این طریق ماین میکنین دمای سیستم شما بالا میره، پس خیلی مراقب باشین که به سخت افزار خودتون آسیب نزنین. دستگاهتون رو باید حتما خنک نگه دارین. اگر دارین کار سنگینی با کامپیوترتون انجام میدین، یه کار گرافیکی یا هر کاری که سی پی یو، رم و منابع سیستمتون رو درگیر میکنه، سعی کنید اون زمان ماینر رو خاموش بکنید تا به دستگاهتون فشار نیادش. اگر سوالی در این زمینه دارین تو کامنت ها بپرسین، حتما جوابتون رو میدم. به زودی ویدیوهای دیگه ای رو براتون توی تکنوپاز به اشتراک میذارم و روش های مختلف ماین کردن با کامپیوترهای خونگی و ماینرها رو بهتون آموزش میدم. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین. موفق باشین.